شد. همراه میشیم با اردشیر زارزاده که اتفاقا خودش هم در همون دادگاهی که اشاره کردم مشاور حقوقی خانواده ها بوده. آیه زارزاده، اگر تصویر آیه زارزاده، بله آیه زارزاده، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. سوال اول من اینه که از نحوه دادرسی در دادگاه کانادا بگی که منجر به صدور رأی به نفع خانواده ها شد. با درود، ما از اول باورمون بر این بود که به هر حال عدالت از بخش مهمی از عدالت از دادگاه میگذره و باید از همون ابتدا این پرونده در یک دادگاه صالح مطرح بشه، به خصوص که نگران بودیم که زد و بندهای سیاسی بین دولت‌ها، به خصوص که اون موقع دولت کانادا بیشتر به دنبال مذاکره سیاسی با جمهوری اسلامی بود، خب زودتر این در یک دادگاهی مطرح بشه و شد. و خوشبختانه در پرونده‌ای که معروف به زارعی ورسز ایران، یعنی بر علیه جمهوری اسلامی، حکمی صادر شد که در واقع در یک روند کاملا عادلانه بود، دادرسی کاملا عادلانه و یک روند حقوقی عادلانه، و قاضی خیلی سختگیری بود که میخواست واقعا همه اسناد و شواهد و قرائن باشه که بتونه درست قضاوت بکنه، همه چی جلوش باشه. از اسناد زیادی، گزارش‌های زیادی و حتی نظر متخصصین استفاده شد و نهایتا قاضی قانع شد بعد از یک سال خورده‌ای که حکم صادر بکنه که جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح به خصوص سپاه در یک عملیات تروریستی به صورت عمدی هواپیمای اوکراینی رو زده. آقای زارزل، با این توضیحاتی که فرمودید، برداشت شما از صدور حکم و البته روند حقوقی در دادگاه نظامی ایران در مورد پرواز 752 چیه؟ خب اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده کاملا یک روندی بوده که در یک دادگاه وابسته به خود همون افرادی که هواپیما رو عمدن زدن شکل گرفته، در واقع کمک بکنه به پنهانکاری اون چه که در اون روز حادثه اتفاق افتاده، چون از همون روز اول مشخص بود دیگه میخواستن پنهانکاری بکنن، هیچ چیز مشخص نشه، چون کاملا با یک هدف امنیتی و سیاسی هواپیما رو زده بودن که خب بعدا مشخص شد. گفت توضیح هم دادم که یک قاضی در دادگاه کانادا متقاعد شد و یک حکم بر علیه جمهوری اسلامی صادر کرد، ضمن اینکه در این حالا دادگاه به نظر من که بیدادگاه، خانواده ها نبودن، وکلا نقش مثبتی نمیتونستن بازی بکنن، حقایق و گزارش ها در اختیار خانواده ها نبود و عملا دیدیم که دادرسی عادلانه نبود، بنابراین حکم هم نمیتونه قابل قبول باشه در یک دادگاهی که همه چی به صورت مخفیانه داره انجام میگیره. و خود خانواده ها هم که در اون دادگاه در ابتدا پیگیر بودن و برخی شرکت کردن، دیدیم که صرف نظر کردن، چون پی بردن که همه چی نمایشیه و میخوان که یه جورایی اون اتفاقات واقعی رو لاپوشونی بکنن و این یه خواسته مهمیه که اون چهار تا کشور درگیر هم از روز اول داشته که باید همه چی مشخص بشه، اگه نشه این پرونده همچنان باز خواهد. بسیار جالب بود، حتی نام افرادی که در این مقصر این حرکت بودن هم حتی اعلام نشد، فقط اعلام شده بود به سمت و درجه اونها. حالا خانواده ها برای دستیابی به دادرسی عادلانه باید چه کار بکنن آقای زارزاده؟ بله، البته فرصت این نیست که ما اینجا به اسناد مدارک اشاره کنیم یا بیشتر صحبت بکنیم، خب جان کلام رو سعی میکنیم بیان بکنیم و واقعیت هم همینه که یک اقدام عمدی و تروریستی بوده. خب خانواده ها به نظر من الان اقدامات درست رو دارن در پیش میبرن، از جمله درخواست برای تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران که زمینه رو برای برخورد با فرماندهان سپاه در خارج از کشور و حتی در سطح بین‌المللی برای به دادگاه کشیدن اونها فراهم میکنه و مسائلی که تبعات مثبت دیگری که خواهد داشت. همچنین متقاعد کردن دولت‌های درگیر مثل کانادا که این پرونده رو در دادگاه بین‌المللی کیفری و سازمان امنیت، نهاد امنیت سازمان ملل مطرح بکنه، شورای امنیت، چون در غیر این صورت خب این پرونده به نتیجه دلخواه خانواده ها نخواهد رسید و عدالت قربانی خواهد شد، یا اینکه یا به موازات اون در دادگاه های دیگر مثل همین کانادا، همین پرونده که من راجبش صحبت کردم به نتیجه رسید، بقیه خانواده ها هم این کار رو انجام بدن. برای اینکه اگر
دادگاهی در کانادا حکمی صادر کرده و همه خانواده ها از اون حمایت بکنن، دولت هم مجبور میشه حمایت بکنه و اون رو به اجرا بذاره. تا حالا دولت این تمایل رو متاسفانه نشون نداده. من از روز اولم حتی به جناب آقای اسماعیلی پیشنهاد دادم که این پرونده رو در دادگاه عالی اونتاریو پیگیری بکنن. البته خب ایشون روشای مورد نظر خودشون رو داشتن و معتقد بودن شاید دولت بتونه اقدامات بهتری رو انجام بده، اما من فکر می‌کنم این روند یک روند فرسایشی خواهد بود و بهتره که خانواده‌ها مستقیماً دولت رو تحت فشار قرار بدن که این پرونده رو به دادگاه بین‌المللی کیفری و شورای امنیت ببره. بسیار متشکرم اردشیر زارزاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر، که با ما در برنامه امروز همراه بودید.